حق با سقراط بود زمانی که مردم عادت کنن افکارشون رو بنویسن و افکار بقیه رو که قبلا نوشته شده بخونن وابستگیشون به محتویات ذهنشون کمتر میشه سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه هر شب هستم از استودیوی تاملسون ام امیدوارم از محتوایی که تا امروز آماده کردیم لذت برده باشین و اگه اینطور بوده خیلی لطف میکنید که ویدیو رو برای باقی افرادم بفرستید و اگه دوست داشتید حتما برای ما لایک و کامنت بذارید و در وهله بعدی اگه ارادت و لطف بیشتری به ما داشتید میتونید که از طریق لینک هامی باشید. توی دیسکریپشن هست ما رو مورد لطف خودتون قرار بدید و از این طریق از ما حمایت بکنید رسیدیم به بخش آخر از کتاب اینترنت با مغز ما چه میکند و تو این قسمت هم میخوایم به عوامل دیگه و تاثیری که اینترنت روی مغز ما میذاره بپردازیم نکته ای که اول این قسمت گفتیم نکته مهمیه و به یه مقدار کوتاهتر تو قسمت های قبلی هم بهش پرداخته بودیم سقرات درست میگفته که وقتی افراد شروع بکنن که افکارشون رو بنویسند و افکار بقیه رو هم از روی مطالبی که نوشته شده بخونن وابستگیشون به محتویات ذهنیشون کمتر میشه و به یه نوعی روند ذهنیشون عوض میشه و مدام دیگه هیچ اطلاعات رو توی ذهنشون نگه نمیدارن چرا چون میدونن که میتونن برن سریع از توی کتاب بخونن اما ویژگی خوب دیگه هم که داشته اینجور نوشتن افکار عقاید این بوده که تعداد افراد بیشتری میتونن با افکار و نظرات متفاوتتری آشنا بشن یعنی این برکت هم داشته این درسته که تونه یه جوری انگار یک سری از مهارت های ذهنی،, ذهنی ما رو کم کرده ولی به یه نوعی اومده یک سری مهارت های ذهنی اون هم تقویت کرده ما میتونیم افکار و عقاید بیشتری رو ببینیم و به یه نوعی های بهتری داشته باشیم نکته جالب بعدی که توی کتاب بررسی میشه تفاوت ما با هوش مصنوعی و تفاوت حافظه ما با حافظه های نکته‌ای نکته ای که جالب در رابطه با ذهن ما اینه که ذهن ما حاصل یک سری فرایندهای پیچیده توی کتاب اومده خیلی علمیتر و دقیقتر بررسی کرده ولی من اگه بخوام خلاصه و لح به کلامش رو بهتون بگم اینه که ذهن ما روندی که خاطره ها رو به یاد خودش میاره مثل روندی که شما اطلاعات رو از روی حافظه میخونی نیست وقتی اطلاعات روی حافظه ثبت میشن مثل بیت های که حالا روی کد 0 و یک اینا ثبت شدن و بعدا عینا بازیابی میشن ولی نکته که وجود داره اینه که ذهن ما خیلی پیچیده از این رفتار میکنه ما یک حافظه کوتاه مدت داریم یک حافظه بلند مدت که باید بریم بررسی بکنیم ببینیم دقیقا چی باعث میشه که ما یک سری اطلاعات و خاطراتمون از توی حافظه کوتاه مدتمون بره توی حافظه بلند مدتمون و نکته جالب دیگه ای که وجود داره اینه که ما وقتی خاطره ها رو به یاد خودمون میاریم یه مقداری ذهن ما و شرایط ما چون ذهن ما مدام در حال تغییر کردنه توی اون خاطره ها دست میبره یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنی وقتی یه خاطره تو یادت میاد دقیقا عین اون صحنه است قطعا وقتی شما این خاطره رو یادآوری میکنی ذهن شما تو طول این مدت تفاوت انجام داده که باعث میشه زمانی که این اطلاعات انگار از روی حافظه بلند مدت خونده میشه این روی کامپیوتر یه سری فرقا بکنه و این دقیقا تفاوتی که با هوش های مصنوعی و یا حالا رایانه وجود داره یعنی رایانه دقیقا همون چیزی که عینا ذخیره کرده رو بدون هیچ تغییری روی خودش بعدا به شما نمایش میده حالا شما ممکنه فکر کنید این خوبه یا بده ولی در نهایت میخوایم به این برسیم که این با ذهن انسان تفاوت داره ذهن انسان اینجوری نمیاد اطلاعات رو یادآوری بکنه برای ما حتی ما میتونیم این روند تغییر ذهن رو به صورت فیزیکی هم ببینیم یعنی زمانی که شما دارید یه خاطره رو یادآوری میکنید صرفا نیست که ذهنتون به اون خاطره مراجعه بکنه زمانی که اون داره خاطره یادآوری میشه عملا انگار داره یک تصویر دوباره از اول شکل میگیره و متناسب با این تصویری که داره شکل میگیره و خاطره که تو ذهن شما میاد یه سری سیناپس های جدید تولید میشه یعنی تغییرات فیزیکی توی ذهن به وجود میاد ذهن یک عضو زنده است که همه اطلاعاتی که از قبل تو خودش هم ذخیره داره به صورت زنده انگار هم از روی حافظش میخونه و هم توش دخل و تصرف میکنه یعنی تغییرشون میده اما ذهن کامپیوتر اینجوری نیست حتی زمانی که ما داریم از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت هم یک مثلا خاطره رو میفرستیم همین اتفاق رخ میده میگه زمانی که شما توی رایانه داری اطلاعاتی رو ذخیره میکنی این اطلاعات هیچ پردازشی روشون انجام نمیگیره ولی میگه ما ذهنی داریم که اطلاعات رو تو لحظه اول دریافت میکنه توی اون حافظه کوتاه مدت و بعدا با توجه به آپشن های دیگه ای تصمیم میگیره که باید این تصویر یا خاطره توی ذهن ما ثبت بشه یا نه اینم میشه باز همون تفاوت عمده ای که گفتی. نکته بعدی که کتاب میگه و این هم خیلی جالبه اینه که میگه مغز انسان تقریبا حافظه بلند مدتش هیچ حجم محدودی نداره یعنی بازم شما میتونی با بالا بردن مهارت های ذهنیت کاری بکنی که من انگار اندازه حافظه بلند مدت بزرگتر بشه برخلاف رایانه که خب یک سری حافظه محدود داره تقریبا ما میتونیم بگیم که حافظه بلند مدت اون هیچ ظرفیت محدودی نداره و همیشه آمادگی اینو داره که بتونه با بالا بردن افزایش مهارتاش اطلاعات بیشتری رو تو خودش ذخیره بکنه و باز اتفاق جالبی دیگه که وجود داره اینه که اون اطلاعاتی که ذخیره کرده داره روی مهارتاش باز اثر میذاره یعنی یه رابطه متقابل هست بین این مهارت و بین اطلاعاتی که ذخیره میشه یعنی بین پردازنده انگار با اون هاردی که ما توی ذهنمون هست داریم فرقاشو میگیم دیگه حالا من سعی میکنم یه جوری برای خودم و شما ساده سازی بکنم که بهتر منظور متوجه بشیم کتاب میگه زمانی که شما یه خاطره رو تو ذهنت میسپاری همون خاطره که تو حافظه بلند مدت رفته روی مهارت های بعدی که قرار ذهنت یاد بگیره اثر داره یعنی میگیم یک رابطه متقابل بین پردازنده ذهنی ما یعنی بین همون ذهنمون و بین اطلاعاتی که تو حافظه بلند مدتمون مونده این جریان بین دو طرف وجود داره اینجوری نیست که فقط ذهن یه اطلاعاتی رو پردازش بکنه بده تو حافظه همیشه همونجوری بمونه نه این ارتباط مرتب بین این دو تا وجود داره حالا ممکنه شما فکر بکنی که کتاب کلا با اینو سازکار تکنولوژیک مشکل داره ولی اتفاقا مثال قشنگی میزنه میگه تو ده 1970 کم کم داشت باب میشد که دانش آموزا بیان از ماشین حساب استفاده کنن میگه همون موقع خیلی انتقاد میکردن که این استفاده از ماشین حساب میتونه مهارت های ذهنی رو کاهش بده ولی میگه نکته ای که وجود داشت این بود که اتفاقا اون بخش محدود حافظه کاری یا کوتاه مدت ما رو اومده کارش رو راحتتر کرده تا بتونیم به استدلال های قوی تر بپردازیم یعنی زمانی که یک دانش آموز درگیر اینه که بخواد یه سری عدد سرقمی ضربش تو سرقمی اون حساب بکنه عملا بعد یه مدت دیگه مهارتاش افزایش پیدا نمیکنه و فقط داره حجم زیادی از حافظه کوتاه مدتش گرفته میشه برای این کاری که داره انجام میده ولی میگه اگه شما ماشین حساب استفاده بکنی کمک میکنه که اتفاقا فرد بتونه برسه به اون بخش های استدلالی بیشتر یعنی اون فضای محدودی که در رابطه با حافظه کاریش داره و بخش های استدلالیشه چون مثلا باید توی یه تایم کوتاهی بچه‌ها سوالا رو حل بکنن اون بخشی از حافظش که مربوط به فرایندهای پردازشی همون لحظه سواله معطوف به این نشه که بخواد مثلا ضرب سرقمی در سرقمی رو حل بکنه معطوف به بخش استدلالی سوال بشه یعنی در نهایت منجر به پیشرفت مهارت های ذهنی ما شده حالا نکته که وجود داره میگه شما فکر نکنید اینترنت هم داره همین کارو میکنه میگه ماشین حساب اومد یه از حافظه کاری ما رو کم کرد تا ما بتونیم به استدلال قوی تر بپردازیم ولی اتفاقا وب داره این کارو برعکس میکنه وب اتفاقا داره و اینترنت فشار بیشتری روی اون حافظه کاری میاره یعنی حافظه کوتاه مدت ما که معطوف به تمرکز کردنه اتفاقا داره برعکس رفتار میکنه یعنی به جای اینکه بیاد مثل ماشین حساب یه فضای خالی رو به وجود بیاره یعنی به ما کمک بکنه که بتونیم بریم و استدلال قوی تر انجام بدیم با حجم اطلاعات و نوع اطلاعاتی که داره به ما میده اتفاقا برعکس داره هی این حافظه کوتاه ما رو هی تندتر هی پر میکنه یعنی اتفاقا هی فضاشو داره میگیره جای اینکه خالی بکنه حالا نکته ای که پیش میاد همینه دقیقا نکته تو اینه که آقا ما اصلا چه جوری داریم اطلاعات رو تو حافظمون نگه می‌داریم. حالا چه حافظه کوتاه مدتمون چه حافظهای بلند مدتمون اساسا چیزی که باعث میشه ما اطلاعات رو بهتر توی حافظمون نگه داریم توجهی که به اون عوامل میکنیم یعنی زمانی که توجه بیشتر میکنیم احتمالا میتونیم و قطعا یعنی میتونیم که اطلاعات بیشتری رو ذخیره بکنیم و چون اینترنت داره اتفاقاً برخلاف این پیش میره یعنی مرتب داره توجه ما رو پرت میکنه از موضوعات مختلف باعث میشه که ما اتفاقا من حافظمون همیشه عقب بمونه اساسا وقتی شما به یک موضوعی توجه میکنی میتونی یک رابطه رفت و آمدی و یک سری اتصال بین اطلاعات جدید و قدیمت به وجود بیاری و کمک بکنی که اطلاعات جدید توی ذهن سفت بشه یعنی ذهن شما میاد ارتباط برقرار میکنه بین اطلاعات جدید و اطلاعات قدیمی که داشت و اتفاقا کمک میکنه که مطالب خیلی بیشتری قوای استدلالی قوی تری توی ذهن جا بگیره خب این عاملیه که کمک میکنه که ذهن شما قوی تر بشه و حافظتون اما اگه شما از این اطلاعاتی که انگار داره میاد تو ذهنت مراقبت نکنی و بهش توجه نکنی باعث میشه که اتفاقا خیلی زود از یادت بره یعنی فقط تا زمانی که انگار شارژ الکتریکی دارن باقی میمونن تو ذهنت و اونم چنده؟ مثلا چند ثانیه است میتونه مثلا نهایتا 3 ثانیه باشه و یا احتمالا به اندازه اینکه شما توی اینستاگرام به پست بعدی برسید یعنی چون روی پست قبلی نتونستی تمرکز بکنی و نتونستی ذهن تو منعطف بکنی عملا حتی اگه چیزی رو مطالعه کرده باشی چون نتونستی اتصالی بین چیزهای جدیدی که خونی و چیزهای قدیمی که تو ذهنت بوده برقرار بکنی حتی اگه مطلب رو بخونی خیلی برات فایده ای نداره چون انگار با مطلب کشتی نگرفتی شما اصلا توجه خاصی به این مطلب نکردی که این بخواد بیاد شیفت بشه بره توی اون بلند مدتی که داری و بتونه تثبیت بکنه خودشو شما قبل از اینکه این روند و فرایند رخ بده سریع سوایب میکنی میرسی به داده بعدی داده بعدی که بی ربطه و نه تنها خود این داده تو ذهنت نمیاد بلکه باعث میشه که اون داده قبلی یا اطلاعات قبلی هم که کسب کردی خیلی سریع از ذهنت خارج بشه خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو نگاه کردید امیدوارم مطالب کتاب اینترنت با مغز ما چه که من خیلی همیشه سخت تلفظش میکنم براتون جذاب بوده باشه و اگه اینطور بود لطف خیلی بزرگی میکنه که ویدیو رو برای باقی افراد بفرستید ویدیو رو از طریق کانال یوتیوب ببینید و حتما برای ما کامنت بذارید تا من هم تاثیر بشم اگه اطلاعات غلطی دادم اگه اطلاعات ناقصی دادم این اطلاعات تاثیر بشه به خود من من به معرفی کنید منابع توی کامنت بنویسید که بقیه متوجه بشن اگه اشتباهی توی صحبت های من بوده و همگی کمک بکنیم که بتونیم اطلاعات بیشتری کسب بکنیم و این قدم برداشتن تو مسیر رشدمون رو بهتر طی بکنیم و بازم میگم لطف میکنید که اگه دوست داشتید حتما از طریق لینک هامی باشی که توی دیسکریپشن هست از ما حمایت مستقیم تری انجام بدید میتونید اسمتونو رو برای ما بنویسید و نظر جداگانه از اون طریق برای ما بنویسید توی صفحه هامی باشه اون که ما توی برنامه های بعدیمون حتما اون نظرات رو میخونیم البته کلا همه نظرات رو میخونیم ولی میتونیم بعدا یه محتوای جدا برای افرادی که از اون حمایت کردن بسازیم و ازشون تشکر بکنیم ممنونم از اینکه از ما حمایت میکنید مختص شما مرسی که وقت گذاشتید خدا نگه